نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوارم که هر کجایی که هستید جور سالم و صحتمند باشید به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساپ ما را یادداشت کنید شماره ما عزیزان هست و صرف 964 780 255 413 شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید اگر آماده هستید با انرژی هرشی تمامتر درس امروز آغاز کنیم. خب شاید های عزیز و نازنین قصد داریم که درس 16 همه با همدیگه آغاز کنیم در این درس. قراره که در رابطه با انواع عدسی های محدب و مقعر صحبت کنیم در رابطه با چشم انسان، ساختار چشم انسان که چشم انسان یک نوع عدسیه هسته صحبت میکنیم در ادامه آله میکروسکوپ با هم دیگه مورد بررسی قرار خواهیم داد اما قبل از شروع درس مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل با حل چند تا تمرین خب سوال اول با هم دیگه میخوانیم گفته که در عدسیه محدب شعاعات نوری بعد از انکسار به یک دیگر گزینه اول دور میشن گزینه دوم ثابت میمانند و گزینه سوم نزدیک میشن خب شاید عزیز در درس جلسه قبل ما انواع عدسی ها رو گفتیم گفتیم عدسیه ها از جمله اجسامی هستند که باعث انکسار نور میشن دیگه بعد گفتیم انواعش عدسی های محدب هسته و عدسی های مقعر عدسی های محدب عدسی هایی بودن که وقتی شعات نوری وارد اینها می شد یعنی یک چند تا شعاع نوری به صورت موازی وارد این عدسی ها می شد انکسار پیدا میکرد بعد از انکسار به هم دیگه شما بگین آفرین نزدیک می دیگه پس گزینه سوم پاسخ صحیح این سوال ما هستم سوال بعدی رو ببینیم گفته که در کدام جسم زل شعاعات نوری بعد از عبور از یک دیگر دور میشن؟ گزینه اول عدسیه محدب، گزینه دوم عدسیه مقعر و سوم هم آینه مقعر. خب مسلما گزینه سوم که نیست چون که پدیده شکست نور و انکسار نور فقط در عدسیه ها اتفاق میفته. و ما گفتیم که عدسیه های مقعر از جمله عدسیه های هستند که وقتی اشعه های نور به صورت موازی به این عدسیه ها وارد میشن بعد از انکسار از همدیگه دور میشن پس میشه گزینه دوم عدسیه مقعر سوال بعدی رو ببینیم گفته که کدام قسمت عدسیه محدب زخیم تر از دیگر قسمت ها میباشد گزینه اول کناره های آن دوم وسط آن و سوم سطح آن گفتیم عدسیه های محدب از جمله عدسی‌هایی هایی هست که وسط اینها پهنتر از اطراف اینها یعنی اطراف اینها نازکتره وسطش زخیمتره پس میگیم که گزینه دوم پاسخ صحیح این سوال ما وسط عدسی های محدب زخیمتر از سایر قسمت های از او این سوال ممکنه که به یک نحو دیگه هم بیان کنند شما باید با انواع سوالات آشنایی داشته باشید گفته عدسیه محدب عدسیه ای است که گزینه اول کناره های آن نسبت به قسمت وسط آن نازکتر است گزینه دوم کناره ها و قسمت وسط آن عین چیزه گزینه سوم کناره های آن نسبت به قسمت وسط آن زخیمتره و گزینه چهارم هم گفته ساختمان متناجیس داره خب به نظر شما کدام گزینه گفتیم عدسیه محدب عدسیه هست که اطراف از این نسبت به وسط زخیم اطراف از این نسبت به وسط از این نازکتر است دیگه های لازم است که شکلش برای شما رسم کنیم تا یک یاداوری شده باشه شما شکلش به خاطر دارید دیگه عدسیه محدب به این صورت بود دیگه شما میبینید که وسط یه ها نسبت به اطراف عدسیه ها پهنتر و زخیمتر است دیگه سعیسته؟ خب سوال بعدی رو با هم ببینیم گفته که نور در هنگام عبور از منشور به جای خالی رنگ جای خالی میشود منشور از جمله دیگه اجسامی بود که باعث انکسار نور میشد در جلسه قبل بررسی کردیم دیگه و گفتیم وقتی نور سفید وارد منشور میشه به هفت رنگ تجزیه میشه دیگه پس جواب سوال چی میشه نور در هنگام عبور از منشور به هفت رنگ تجزیه میشه سوا قسمت دوم سوال چی گفته؟ گفتن نور زمانی که از یک محیط جای خالی به یک زاویه وارد جای خالی میگردد میشکند یا انکسار پیدا میکند خب پدیده انکسار ما در جلسه قبل توضیح دادیم گفتیم وقتی که نور یا شعاع نوری از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگری میشه وقتی که به سطح جدایی دو محیط میرسه مسیر اشعه های نور عوض میشه شکستن میشه که به این پدیده میگیم انکسار نور پس جواب سوال چی میشه نور زمانی که از یک محیط شفاف به یک زاویه وارد محیط شفاف دیگر میگردد میشکند یا انکسار پیدا میکند این بود مروری بر درس جلسه قبل اما در این جلسه قصد داریم که انواع عدسیه محدب و انواع عدسیه مقعر با هم بشناسیم تا اگر جای شما اینا رو دیدین بیتانید از هم دیگه تشخیص بدین خب عدسیه محدب انواعش سه تا هستند عدسیه محدب مقعر داریم محدب مستوی داریم و محدب و طرفین داریم اینا رو با هم دیگه شکلش رسم کنیم تا به خاطر بسپارید اولین عدسیه که قصد داریم رسم کنیم عدسیه محدب مقعر شکلش به ای این صورته به این نوع عدسیه اگه جای برخورد کردید به این عدسیه ای میگن محدب مقعر نوع دیگه ادسیه محدب مستویه به چه شکل به این صورته؟ خوب توجه کنید. یه قسمت ادسیه صاف است و اینجا ما یک برامدگی داریم. پس این میشه چی؟ محدب مستوی. نوع دیگه ادسیه چیه؟ محدب و طرفین از یعنی از هر دو طرف محدب است دیگه. شکلش به این صورته؟ محدب و طرفین پس ما با سه نوع از عدسیه های محدب آشنا شدیم محدب مقعر محدب مستوی و محدب و طرفین اما انواع عدسیه های مقعر به چه صورته باز هم مثل عدسیه های محدب ما مقعر محدب داریم مقعر مستوی داریم و مقعر و طرفین داریم خب اینا را با هم با همدیگه دیگه رسم میکنیم تا اگر جای شما باز همین عدسی ها را دیدید بتوانید که از همدیگه تشخیص بدید خب اول این عدسیه که رسم میکنیم مقعر محدبه خب توجه کنید شکلش به چه صورته؟ به این عدسیه میگن مقعر محدب مقعر محدب نوع دیگه ی عدسی هم مقعر مستوی به چه صورت یک قسمت خط صافه و اینجا ما به صورت داخل رفتگی داریم مقعر مستوی میشه نوع دیگه عدسی مقعر و طرف یعنی از هر دو طرفی یه عدسی ما مقعر هسته خب شکلش به چه صورت ها؟ عدسیه مقعر و طرفین پس شما سه نوع عدسیه مقعر هم یاد گرفتید مقعر محدب مقعر مستوی و مقعر و طرفین خب در ادامه درس قصد داریم در رابطه با ساختمان چشم انسان صحبت کنیم که چشم انسان هم دارای عدسیه هیم. خب ساختار چشم انسان شما روی شکل هم میبینید که دارای قرنیه، مردمک، عدسیه و شبکیه یه که دیگه اجزای از باز شما در بیولوژی بیشتر مورد بررسی قرار میدین خب میگم که وقتی که پرتوها یا اشعه های نور از سطح جسم به چشم ما میرسه اولین انکسار یا شکست نور در قرنیه چشم اتفاق میفته پس شما یادتون باشه اگر جایی جا از شما سوال شد که اولین شکست نور یا انکسار نور در کجا اتفاق میفته در قرنیه چشم وقتی که نور در قرنیه چشم انکسار پیدا کرد شکسته شد وارد مردمک چشم میشن خب مردمک چشم هم شما میدانید وظیفش چی هسته که در روشنایی در روز روشن این مردمک چشم باریکتر میشه تا از عبور نور زیاد به چشم جلوگیری کنه و در انگامی که هوا تاریک است و در تاریکی شب این مردمک چشم بازتر میشد تا نور بیشتر وارد چشم انسان شود پس نور وقتی که میشکنه در قرنیه وارد مردمک میشه حالا که وارد مردمک شد این مردمک نور هدایت میده به سمت عدسیه چشم عدسیه چشم نور انکسار میده پس دومین شکست و انکسار نور در عدسیه چشم اتفاق میفته. صحیح شد؟ عدسیه چشم هم از نوع عدسیه محدبه پس اگر جایی از شما سوال شد که نوع عدسیه که در ساختارش چشم انسان به کار رفته چه نوع عدسیه هسته شما میگین که از نوع عدسیه محدبه خب وقتی که نور در عدسیه چشم انسان وارد میشه شکسته میشه یک تصویر به صورت سرچپه در روی شبکیه چشم ایجاد میشه شبکه چشم هم از طریق حجره های عصبی که داره این نور را انتقال میده به مغز انسان و مغز انسان این را تحلیل میکنه و به صورت دوباره سرراسته تصویر تشکیل میشه و ما قادر به دیدن اجسام هستیم پس چیزی که مهم هست شما بدانید در رابطه با ساختمان چشم انسان اول اینکه عدسی چشم انسان یک عدسی محدبه دوم در چشم انسان دو تا شکست یا انکسار نور اتفاق میفته اولش در قرنیه اتفاق میفته و دومیشم هم در عدسی چشم اتفاق میفته خب با توجه به این نکاتی که گفتیم ممکنه افراد دارای بیماری های چشمی شوند از جمله عیب هایی که در چشم میتونن به وجود بیه یکی چشم نزدیک بین هسته و یکی هم چشم دوربین هسته خب چشم نزدیک بین چی چشمیه؟ میگیم که اگر یک فردی اشیا و نوشته های نزدیک ها به درستی ببینه و خوبی ببینه اما در دیدن موارد دور دوچار مشکل باشه وقتی که به دور نگاه میکنه دوچار تاری در دید میشه دوچار سردرد میشه دوچار خستگی در چشمهایش میشه میگیم که این فرد چشم نزدیک بین داره خب علتش چی هسته؟ علتش اینه که تصویر اشیا به جای اینکه در روی شبکیه چشم ایجاد شده وقتی که در عدسیه شکست پیدا میکنه و روی شب... شبکیه میخواد تشکیل شده به جای که روی شبکیه تشکیل شده پیش روی شبکیه ایجاد میشه شما روی تصویر هم میبینید دیگه خب اشیا وقتی که در پیش روی شبکیه تشکیل میشن فرد دیگه در دیدن موارد دور دچار مشکل میشه که از عدسیه مقعر برای اصلاح تصویر استفاده میشه پس اگر سوال از شما پرسان شد که برای برطرف کردن عیب چشم فردی که چشم نزدیک بین داره از چه عدسیه استفاده میشه شما میگین عدسیه مقعر پس شد چشم نزدیک بین اما در مقابل چشم نزدیک بین چشم دوربین قرار دارم. چشم دوربین یعنی چی؟ یعنی فرد اشیا و نوشته های دور را به خوبی میبینه دیگه از اسمش پیدای چشم دوربین یعنی دور را به خوبی میبینه اما در دیدن و تشخیص مواردی که نزدیک هسته دیگه دوچار مشکل میشه فرد خب علتش چیه؟ علتش چیه که تصویر اشیا به جای اینکه روی شبکیه ایجاد شوند در عقب شبکیه ایجاد میشن بنابراین فرد مواردی که نزدیک هسته رو نمیتونه به خوبی ببینم برای برطرف کردن عیب چشمی که شخصی که دارای چشم دوربین هسته از عدسیه محدب استفاده میشه پس اگر از شما پرسان شد که برای اصلاح تصویر در چشم دوربین از چه عدسیه استفاده میکنیم شما میگین از عدسیه محدب پس ما ساختار چشم انسان که دارای عدسی هست را یاد گرفتیم یاد گرفتیم که در چشم انسان هم شکست یا انکسار نور اتفاق میفته و در رابطه با عیوب چشم انسان که چشم نزدیک بین و چشم دوربین هستم موارد را یاد گرفتیم سلام عزیز و نازنین از جمله وسیله های دیگری که داخل این وسایل از عدسیه استفاده شده میکروسکوپ خب شما میدانید که میکروسکوپ یک وسیله برای دیدن اجسام بسیار ریز مثل میکروب ها دیگه اما ساختار میکروسکوپ به چه صورت است؟ را با همدیگه بیشتر موارد بررسی قرار بدیم از لحاظ فیزیک خب شاگردای عزیز و نازنین شما میدانید که همانطور گفتیم میکروسکوپ یک آله که برای دیدن اجسام رز به کار میره میکروسکوپ ها از دو عدسیه محدب تشکیل شدن حواستان باشه پس جایی اگر در امتحان یا جای دیگه از شما پرسان شد که میکروسکوپ چند تا عدسیه داره شما میگین دوتا نوش چیه هر دوش از نوع عدسیه محدبه این رقمی نیست یکیش محدب یا یکیش مقعر باشه هر دوش از نوع عدسیه محدب است حالا این عدسیه هایی که در ساختار میکروسکوپ به کار رفته گفتیم دو تای دیگه یک عدسیه چشمیه و دو هم عدسیه ابجکتیو یا عدسیه شیم هم به این گفته میشه خب حالا اینا را بیشتر موارد بررسی قرار بدیم یک از عدسیه ها گفتیم عدسیه ابجکتیو عدسه ابجکتیو همانطور که شما روی شکل میبینید در نزدیکی شای قرار داره ما دورش خط میکشم در قسمت شما میبینید که عدسیه ابجکتیو قرار داره که در نزدیکی شعی یعنی شما شای خودتان اینجا قرار میدین دیگه پس عدسیه ابجکتیو یا عدسیه شای در نزدیکی شای قرار داره تصویری که حاصل از عدسیه شای هسته روی مهراغ عدسیه چشمی تشکیل میشه وقتی که پس روی مهراق عدسی چشمی تشکیل میشه حکم جسم را برای عدسی چشمی داره دیگه سعی شد خب پس نوع اول عدسی رو ما یاد گرفتیم عدسی ابجکتیو عدسی بعدی که قصد داریم بررسی کنیم عدسی چشم هستم عدسی چشم همانطور که من روی شک به شما نشان میدم شما میبینید که در نزدیکی چشم قرار میگیره یعنی همون جایی که ما از طریق از او مشاهده میکنیم در نزدیکی چشم انسان و عدسیه چشم یک تصویری بزرگ مجازی و معکوس برای ما ایجاد میکنه پس ما ساختار میکروسکوپ یاد گرفتیم میکروسکوپ از جمله ابزاری هست که دارای دو تا عدسیه محدبه یک عدسیه چشمی و یکی دیگه هم عدسیه ابجکتیو یا عدسیه شی هستن <applause> خب شاگردای عزیز و نازنین درس ما به اتمام رسید ما در این فصل در رابطه با انکسار نور صحبت کردیم گفتیم که انکسار نور پدیده ای که نور از یک محیط شفاف مثل هوا وارد یک محیط شفاف دیگه مثل آب میشه وقتی که به مرز جدایی دو محیط میرسه مسیر اشعه ها عوض میشه و شکسته میشه باز در ادامه وسایلی مثل ادسیه و منشور را بررسی کردیم که در اینها پدیده انکسار نور اتفاق می افتاد باز در ادامه درس هم وسیله هایی را بررسی کردیم که در این وسیله ها مثل میکروسکوپ در ساختار اینها از عدسیه استفاده شده بود خب به عنوان یک کار خانگی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که شما یک لیست تهیه کنید از ابزارهایی که در اطرافتان میبینید که در ساختار اینها از عدسیه استفاده شده یک لیست برای ما تهیه کنید و در اینا مشخص کنید که حالا این جسمی که داخلش عدسیه به کار رفته چی نوع عدسیه ایه؟ از نوع عدسیه مقعر هسته یا از نوع عدسیه محدب؟ این لیست برای ما تهیه کنید به شماره و شماره 2964 780 255 43 برای ما روان کنید خب های عزیز و نازنین همه شما را به الله پاک مسبارم موفق پیروز و سربلند باشید